سلام دوستای عزیزم به ریتم خیلی خیلی خوش اومدید من امروز قصد دارم یکی از پلوهای بسیار خوشمزه و خوشاب و ایرانی رو بهتون آموزش بدم که به عروس پلوهای ایرانی هم مشهوره به اسم مرصع پلو بریم سراغ مواد اولی سینه مرغ یک عدد برنج خیس شده سه پیمانه کشمش یک سوم پیمانه پوست پرتقال یک سوم پیمانه زرشک یک سوم پیمانه خلال پسته یک سوم پیمانه خلال بادام یک سوم پیمانه پیاز دو عدد شکر یک قاشق غذاخوری کره به مقدار لازم زعفران دم کرده به مقدار لازم نمک و فلفل سیاه و دارچین و زرچوبه به مقدار لازم خب ابتدای کار برای تهیه این پلو خوشمزه‌مون ابتدا گوشت مرغمون رو به صورت نواری برش میدیم همونطور که توی تصویر ملاحظه می‌کنید برش‌های باریک و نواری روی مرغ ایجاد می‌کنیم خب در مرحله بعد پیازی رو که داشتیم رنده میکنیم با رنده بزرگ و از این پیاز برای مزه‌دار کردن مرغمون استفاده میکنیم خب حالا نوبت ادویه هستش من فلفل سیاه و همینطور نمک به مرغام اضافه می کنم و در انتها زعفرون بهش بهش میزنم تا کاملا این مواد رو به خوبی مزهدار بکنه. خب همطور که توی تصویر ملاحظه میکنید سعی کنم همه مواد به خورده مرغام بره و در انتها، یک نایلون روش میکشم و میذارم داخل یخچال به مدت یک ساعت تا به خوبی مزهدار بشه حالا پوست پرتقالام که حدودا یک سوم پیمانه بود رو داخلش آب ریختم میذارم که یک ساعت بمونه بعد یک ساعت آبش رو عوض میکنم میذارم که به جوش بیاد بعد اینکه به جوش اومد آبش رو عوض میکنم دوباره آب جدید میریزم و میذارم باز به جوش بیاد این کار رو سه مرتبه انجام میدم بعد سه مرتبه کاملا ترخیش گرفته میشه خوب دو قاشق روغم بهش اضافه میکنم و خوب تفتش میدم و در انتها میتونم یک قاشق غذاخوری شکر هم بهش اضافه کنم شکر باعث میشه که تم پرتقال ها خیلی خوش تم تر بشه شما میتونید اگه خواستین پوست پرتقالاتون خوش رنگ تر هم بشه میتونید زعفرون یک کوچولو اضافه کنید البته کاملا اختیاریه چون پوست پرتقالای من تقریبا کم تر بودن سعی کردم که با رون اونها رو خوش رنگ ترشون بکنم خب حالا یک چند دقیقه اینها رو با همدیگه تفتشون میدم و بعد میرم سراغ مرغها مرغهایی که داشتیم رو همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید من میپیچم و به شکل گل در میارم و در انتها اونها رو فیکسشون میکنم البته شما میتونستید اونها رو به شکل کیوبی هم برش بزنید هیچ فرق نمیکنه فقط به خاطر شکل ظاهریشی که من خواستم جالب عذاب در بیاد خوب همه مرغها رو به همین شکل ملاحظه کردید به شکل گل در میاریم. فیکسشون میکنیم یه ظرف میچینیم چون میخوایم بعدا سرخشون بکنیم خب حالا توی تابه مورد نظرمون مقداری کره میریزیم و بعد اینکه کاملا کرم زوب شد مرغا رو بهش اضافه میکنیم و سعی میکنیم هر دو طرف مرغ رو به یک اندازه سرخش بکنیم همه قسمت رو به یک اندازه سرخ بشن چون توی کیفیت بعدی خیلی مهم سعی میکنیم که مرغ رو جا به جاشون بکنیم و اجازه بدیم که همه قسمت رو به یک اندازه سرخ بشن پس من اونها رو برشون میگردونم چون یه طرفشون تقریبا تغییر تقریب رنگ داده میخوام همه قسمت رو به یک اندازه سرخ بشن خب حالا وقتشه که من یه کوچولو زعفرون بهشون بزنم تا طعم و عطر و رنگشون حسابی عالی بشه خب همینطور که ملاحظه میکنید مرغا هم دیگه تقریبا به خوبی سرخ شدن رنگ زعفرون هم به خودشون گرفتن خب حالا من داخل یه تابه دیگه پیازهایی که از قبل نگینی خوردشون کردم رو سرخشون میکنم و بعد اینکه یه مقداری سرخ شدن من عدویه هاشو بهش اضافه میکنم فلفل سیاه و همینطور نمک و زردچوبه به اضافه یک کوچولو دارچین ادویه هستن که برای این پلو لازم من اینها رو داخل پیاز ریختم و همشون میزنم و در نهایت رو داخلش قرار میدم همونطور که توی تصویر ملاحظه میکنید مرغا به خوبی سرخ شدن و زعفرونی شدن من یه لیوان آب بهشون اضافه میکنم و درب به رو میذارم و به مدت نیم ساعت اجازه میدم به خوبی مخص بخت بشن. خب حالا داخل یه قابلمه دیگه گذاشتم آب به جوش اومده و برنجم بهش اضافه میکنم برنج از قبل خیس خورده بود حداقل دو ساعت وقت لازمه تا برنج خیس بخوره برای کیفیت بهتر روش درب میذارم درب گابلمه به صورت نیمه باز تا سریعتر به جوش بیاد و کیفیت برنجمون بهتر میشه خب بعد از چند دقیقه جوشیدن همطور که توی تصویر ملاحظه میکنید برنجامون به خوبی گرد کشیدن و الان وقتشه که ما اونا رو آبکششون بکنیم خب حالا داخل یک قابلمه من روغن ریختم نون لواش گذاشتم به عنوان تهدید و برنجم و داخلش میریزم شما میتونید از هر نوع تهدیدی که دوست داشتید استفاده بکنید من با یک کفگیر برنج ها رو از اطراف به سمت مرکز جمع می کنم و در نهایت روغن داغ روش می ریزم. من از کری آب شد استفاده کردم شما می از هر نوع روغنی که داشتید روغن مایه یا روغن زیتون هم استفاده بکنید و در نهایت یه مقدار زعفرون روش می تا برنج زعفرونی داشته باشم در نهایت و می زارم که دم بکشه یه کوچولو آب در حد نصف لیوان از اطراف می ریزم و میذارم که دم بکشه حدودا 10 دقیقه با شله بالا و سی الا سی و پنج دقیقه با شله پایین برنجمون بعد چهل و پنج دقیقه حدودا آماده است و من میرم سراغ تهیه بقیه موادم گوشتای مرغم کاملا آماده هستن فقط آب لیمو یا لیموی تازه میتونید برای خوشتم شدنش استفاده بکنید من یه لیمو رو گاش کردم و ازش تو این ترکیب استفاده کردم خب حالا میرم سراغ خیس کردن کشمش هم. اونها رو با یه مقدار آب خیسشون میکنم و بعد زرشکا هم به همین ترتیب نیاز نیستش که توی ظرف بزرگی بریزه در همین حد توی پیاله هم کافیه در نهایت بادوم ها رو هم خیس میکنم میتونستید به جای آب از گلاب برای خیس کردن بادوم ها استفاده بکنید بچه ها ببینید حدودا 15 دقیقه اینها باید خیس بخورن در نهایت میریزیم داخل یه تابه همطور که توی تصویر ملاحظه میکنید اول کره ریختم زوب شده و بعد این مواد دمو جدا جدا داخلش میریزم و بخشولی بسیار پایین بسیار پایین باید باشه سرخشو میکنم در حد اینکه فقط تفت می بخورم در حد چند دقیقه کافی هستش تا اینها آماده بشه نیاز نیستش که ما اینها رو کامل سرخشون بکنیم در حدی که یک کوچولو خامیشون گرفته بشه برای این پلامون بسیار ایدئال هستش خب حالا برنجمون دم کشیده من رو داخل دیس مورد نظر میکشم و مرغ‌ها رو به شکل مارپیچی روش قرار میدم ببینید تزیین مرصع پلو خیلی مهمه چون از مواد مختلفی تشکیل شده هر چقدر که توی تزینش سلیقه به خرج بدید امکانش هست که شکلهای بسیار زیباتری در بیارید خب حالا یک لایه همان برنج زفرونه اضافه می و بعد میرم سراغ خلال پسته ها خلال پسته ها به خاطر ترکیب رنگی مناسبی که میتونه درست بکنه سعی میکنم توی دو قسمت استفاده بکنم خب حالا پیاز داغ ها ما اضافه کردم پیاز داغ کاملا اختیاری هست شما میتونید از چیزای مختلفی برای تزیین استفاده بکنید ولی پیاز داغ ترکیب بسیار مناسبی رو ایجاد میکنه و بعد یه لایه هم بادوم ها رو اضافه میکنیم و همینطور زرشکا رو زرشکا خیلی ترکیب رنگی زیبایی با مرخا و همینطور برنجمون پیازداخا ایجاد میکنن چون یه حالت تضاد داره با اونها و ترکیب رنگیش زیبا میشه خب حالا میریم سراغ پوست پرتقال هایی که از قبل آماده کردیم اونها رو هم به این ترکیبمون اضافه میکنیم و در نهایت میریم سراغ کشمش هامون تشمشا بخش خوشمزه این مرصع پلو هستن خیلی طعم عالی بهشون میده و در نهایت یک لایه هم خلال پسته بهش اضافه میکنن. و و پلومون آماده است یک پلوی بسیار خوشمزه و خوشابورنگ با تزئین فوق‌العاده زیبا تقدیمش می‌کنم خدمت دوستای عزیزم امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه این مرصع پلو خوشمزه رو تهیه کنید و همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید دوستای عزیزم اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفا با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون